نسل جلی برمیگردد به اون چیزی که اصطلاحاً حدیث قدیر. خب میخوام به شما عرض کنم که هیچ مورخی در اسلام، مورخان بزرگ، اشاره‌ای به این حدیث خود قدیر خم ندارد و مورد اجماع مورخان مطلقاً و ابداً نیست. من این نکته را عرض کنم که متاسفانه جناب آقای مشیری فوق‌العاده اطلاعات مذهبی و دینیشون ضعیف هست. حتی اولیات و الفبای دین رو اطلاع ندارن. ایشون حتی اگر زحمت به خودش می‌دادن که سرچ در گوگل می‌کردن می‌دیدن که اسناد قدیر از کتب اهل سنت مفرد هست. آقای هدایتی صدای شما قطع و وصل میشه، اگه براتون امکان داره جایی هستی تشریف داشته باشید که صداتون واضح شنیده بشه ممنون میشم. و خواهشم اینه که در این بحثی که برشکل این بحث مهمی هست بتونیم در نهایت حفظ احترام به یکدیگر بحث رو دنبال بکنیم. بفرمایید. بله نه، این به اصطلاح هیچ نقصی نیست و ایرادی نیست. بنده هم از نجاری و آهنگری هیچ اطلاعی ندارم، نقصی بر بنده نیست. شما هم میتونید نگاه کنید 110 سند حداقل از کتب اهل سنت درباره حدیث قدیر هست، اخبار اصفهان، اخبار دول و آثار الاول. من نمیتونم 110 مدرک رو الان اینجا اسم بیارم که وقت تلف میشه. این محرز که 120 هزار نفر فقط علمای اهل سنت نوشتند که در قدیر با امیر مؤمنان بیعت کردند. ابوبکر و عمر اولین نفر افرادی بودند که بخن بخن لکه یا علی گفتن و الیوم اکملت لکم دینکم آیه 2 سوره مبارکه مائده به تصریح علمای اهل سنت در قدیر نازل شد. قبل از اون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خیلی مشخص و روشن هست. و بعد جالب هست که تمام علمای اهل سنت چنین عقیده شیعه رو تایید کردن که این دعای در قدیر نازل شده. من ارجاع میدم محققین رو به کتاب مرحوم علامه امینی القدیر و ببینن امامت و شیعه قدمت در تاریخ اسلام داره و همزاد با نزول قرآن، همزاد با نبوت. علامه امینی فرمودن که بنده خدمت ایشون رسیدم و افتخار صحبتش و ملاقاتش چندین بار داشتم. مستندات کتابش کلیتاً اهل کتابای اهل سنت. اصولاً تاریخ تشیع مستند به تواریخ اهل سنت اگه نباشه. همینطور که جناب آقای کاظمی هم فرمودن، جناب دکتر، که بیشتر استناد علمای شیعه مدارک اهل سنت هست. چرا؟ چون بحث امامت یک بحث خلافی است. طبیعتاً وقتی انسان به مستندات مخالفین استناد میکنه این قطعیت موضوع رو ثابت میکنه و اثبات میرسونه. کار علمای شیعه از ابتدا مبتنی بوده است، دوست عزیز، چون گفتن بر توهمات و چیزهایی که نبوده. آخه چگونه میسر است که ببینید که ما سنت رسول که میگوییم بیانی هست، اون چه فرموده است و اون چه کرده است و اون چه در باب اونها به رضایت سکوت کرده است، اینها شده از جزء علم فقه. یعنی سکوت رسول هم معنی داشته. بنده این رو عرض میکنم، بنده این چیزهایی که شما بنده نگفتم کجا بنده گفتم مشیری مرتب میگوید از صفویه، کی من چنین سخنی گفتم؟ اینها در واقع اتهام زدن و دیگران رو تحقیر کردن کار این آقایان از ابتدا بوده و هیچی هم در دستشون نبوده. من میخوام عرض کنم که اصلا آخوند تعدادی نبودن، آخوندهای صفوی. اینها از کربلا و نجف رو نمیدونم جبل عامل اونجا رفتن آخوند رو بردن. تعداد سنی هم دیدن که بازارگرمه خودشون رو به عنوان آخوند شیعه به میان انداختند، آمدن مملکت ما و کار رو به ادبار بردن. این همه حدیث نداشت اسلام. من اینجا یک نکته رو بخوام عرض کنم و از جناب مشیری، اگر ایشون نگفتن تصدیه شیعه رو پیدا عامل پیدایش شیعه بودن، من عذرخواهی میکنم اگر ایشون چنین مطلبی رو نگفتن.
و خب اگر ایشون میگن شیعه و امامت همزاد با قرآن و پیامبر هست و پیامبر مؤسسه شیعه و امامت هست در مذهب شیعه، طبیعتا خب ما به هدفم رسیدیم و بنده این قسمت رو از ایشون خواهی میکنم اگر ایشون چنین ادعایی ندارن. چه دعوا سر اینه که چرا میگه مشهدن علی ان ولی الله؟ خب این خود پیغمبر قطعا نمیگفته، این آیت الله خمینی هم که گفتن، آیت الله خمینی هم همینه گفتن که خود پیغمبر این نمیگفته. اینه ما میتونیم مستند بیاریم، ولی گفتنش برای این مثل شاه اسماعیل بیایم شیشه بزنیم که شمشیر بزنیم که حتما بگید علی و ولی الله. درست بعضی این پرسش مطرح میکنه، آیا خود پیامبر موقع نماز میخونده میگفته اشهدن محمد رسول الله؟ نه خب بله اینا همه مورد سواله. نه ایشون اونو خوب داریم، ما اونو در مورد نماز داریم که جزء اصلی نماز. نه خب بله اینا همه مورد سواله. نه ایشون اونو خوب داریم، ما اونو در مورد نماز داریم که جزء اصلی نماز. اهل تسنن میگویند که این رافضی ها به ما رافضی میگویند، نمیدونم غزل باش میگویند، خارج دین میگویند، میگن اینا ابداع کردن در دین. آخه چگونه است در یک دینی شما بگویید اشهد ان علی ان ولی الله در نمازی که محمد آورده و در اذانی که اون گذاشته؟ این است که باعث این اختلافات این آقایان که اهل دین هستند به قول خودشان و عمامه دار هستند و جزء علما هستند، این اختلاف بین مسلمان رو بردن بر نمیدن. و اما مسئله اشهد ان علی ان ولی الله، سلمان بعد از خلیر در این فرصت 70 چند روزی پیامبر زنده بودند اذان گفتند، اشهد ان علی ان ولی الله رو گفتند. مدارک شیعه و سنی در این زمینه هست. مردم اعتراض کردند به پیامبر که سلمان در اذانش اشهد ان علی ان ولی الله گفته است. پیامبر فرمودند که خوب کاری کرده و درست است چنین اذانی که اشهد ان علی ان ولی الله داخلش باشه. من که میگویند حکومت حق علی بوده و در تمام این قرون و این اعصار حاکمان جهان رو قاصب خواندند و بعد گفتند که این رسیده است به حضرت بقیت الله که در چاه هستند. و اما باز من عرضم این هست که این متاسفانه با حسن نیت، من کار به باطن و سریر و دین و ایمون جناب آقای مشیری ندارم، ولی با حسن نیت عرض میکنم که منابعی که در اختیار ایشون هست واقعا منابع فاسد و اشتباه و غلطی هست. یک نفر اگر یک عالم، من اینجا اعلام میکنم جناب آقای مشیری، پیدا کنن که بگوید حضرت بقیت الله اعظم در چاه هست، من $10,000 به ایشون جایزه میدم. و اگر نگفتن معلوم میشه ایشون دروغ گفت. آقای هدایتی شرط بندی رو الان بزنیم توی صدای آمریکا، بزنیم شرط بندی نکنیم اینجا، بعدا ممکنه دردسر برامون ایجاد بشه. این که ما بگوییم که به موجب فلان آیه قرآن نمیدونم خداوند پیش بینی کرده است که امام چنین باشد، این رو دیگه امروز عقل قبول نمیکنه. در تحلیل انجیل و در تحلیل تولات از قرن 17 با پیدایش در واقع تحلیل های عقلی آدمای مثل اسپینوزا و اشتراس و دیگران، اینها دیگه قابل قبول نیست. امروز این احادیثی که ایشون فرمان بسیار محترم برای خودشان خوب است، هیچ کدام مستندات نداره و مشیری. هیچ کدام رو عقل نمیپذیره. آقای مشیری، اگر این حالا آقای هدایتی تلاش کردن که مبنای عقلی بعضی از این مطالب رو توضیح بدن، ولی اگر شما بپذیریم از این منظر که مذهب و دین در واقع یک باور شخصی میتونه باشه و لزوماً ما به دنبال در این حوزه به دنبال اثبات عقلی چیزی نیستیم، فردی باوری رو میپذیره و بر اساس هزارها فضائیه و ماهواره الان فساد عقیده داره تو دنیا پخش میکنه، فساد اخلاق داره پخش میکنه، مظالم داره پخش میکنه. اما هر یه دونه فضائیه مقابلش که عقیده صالحه، اخلاق صالحه، احکام صحیحه منتشر کنه، به قدر خودش اثر و الانم داره تو دنیا اثر میکنه. میگن بیش از 3000 ماهواره هست. خب اونایی که اهل صلاحن، اهل خیرن، اهل ایمانن، در مقدمشون آیون اهل علم که کم و بیش میدونن این چیزها رو، کم و بیش میتوانن.